تیا بیا اینجا عکس بگیریم. زود باش، میخوایم عکس بگیریم. زود باش، بیا بیا بجم. به به، باشه عروس خانم. آره. باشه، عکسم میگیریم. رو عکس. آها، بهتون زنگ میزنم. زود باش دیگه. باشه عزیزم، الان آره. میگیرم. زود باش بگیر. ممنونم. باید بگم که شما خیلی زیبا شدین عروس خانم. ممنونم. اتفاقا زویا هم خیلی قشنگ شده. طرح حنای دستشو دیدی؟ خیلی قشنگه. زویا رو دستش حنا زده؟ آره. ببخشید بلا، میتونم دو دقیقه با آدیتیا صحبت کنم؟ حتما. میبینم اتون. نقشه یه بعدی چیه؟ چجوری این مراسم حنا رو خراب کنیم؟ قدم بعدیمون چیه؟ قدم بعدیمون؟ ما توی این قضیه با همین دیگه. بذار یه چیزی رو واسهت روشن کنم. اگه مارو ماهی کنار هم باشن، به مار میشه اعتماد کرد، ولی به ماهی نه. اونی که علیه زنداداشش توطئه میکنه و براش نقشه میکشه، چجوری انتظار داری بهش اعتماد کنم؟ گوش کن چی میگم. من اینجام و تو اونجایی. ما هم فرق میکنیم. من نمیتونم کاری با تو انجام بدم. ما توافق کردیم. ما بازم میگه ما کدوم ما آخه؟ تو کی هستی؟ اگه دو دفعه باهات محترمانه صحبت کردم، دلیل نمیشه با هم بریم وسط جنگ جهانی سوم. آدیتیا، چطور جرأت میکنی؟ فکر کردی با حمایت کردن از مرد بازنده ای مثل تو به زنداداشم خیانت میکنم؟ زنداداش خودم؟ هیچ وقت، هیچ وقت این کارو نمیکنم. نگهدار، نگهدار. آقا کجا دارین میرین؟ شرکت الان تعطیله. میخوام این دفتر خاطراتو به بنبعی بفرستین. فقط همین امروز به اونجا میرسه. 100% میرسه آقا. من شخصا توی بنبعی تحویلش میگیرم. من یه بسته خیلی مهم دارم. درو باز کن. ببینین آقا، الان که شرکت تعطیله، فردا ساعت 8 باز میشه. ببین، یه پیام برام اومده که گفته یه بسته خیلی مهم دارم. لطفاً درو باز کن. نه آقا، لطفاً متوجه بشین چی میگم. شرکت نمیتونه باز بشه. با این وضعیت باید تا صبح صبر کنم تا بتونم اون دفتر خاطراتو بخونم. ماهی، تو اون آشیش رو یادت؟ آشیش ماهیشواری. آره، دوست داداش یاش بود. آره. ها، میدونی الان ممکنه کجا باشه؟ داداش یاش بیشتر دوستاشو بیرون میدید، برای همین نمیدونم. ماهی، یه شماره تلفن یا یه آدرس ازش نداری که بتونم ازت بگیرم؟ متاسفم زویا، واقعا نمیتونم کمکت کنم چون چیزی نمیدونم. اشکالی نداره. آه خدایا، من چطوری آشیشو پیدا کنم؟ حتی ماهی هم هیچی راجع به اون نمیدونه. چطوری دنبالش بگردم؟ رو لباسی که پوشیده انگار لوگوی شرکته. بذار تو اینترنت ببینم. خیلی خوب. شرکت رایزینگ هاسپیتالیتی، چطور میتونم کمکتون کنم؟ اسم من زویاست. میتونم با آشیش ماهیشواری صحبت کنم خانم؟ یه لحظه صبر کنید. الو خانوم. بله بله. آقای ماهیشواری دیگه تو این شرکت مشغول به کار نیستن، متاسفم. میشه لطفاً شماره تلفن یا آدرسی ازش به من بدین؟ ازتون خواهش میکنم لطفاً. من این درخواستتون رو مطرح میکنم. اگه خواستید پیگیری کنید، فردا صبح دوباره تماس بگیرید. ممنونم.
حنا زدی؟ مامان، مشتری مجبورم کرد حنا بزنم، وگرنه خودم نمیخواستم. قسم میخورم. به اسم یکی دیگه زدی؟ مامان، من متوجه این نشدم. از صبح سرم خیلی شلوغ بود، اصلا اینو ندیدمش، نفهمیدم چی رو دستم نوشتم. مامان خواهش میکنم. کافیه. از یه طرف کل روز اسم یاش از زبونت نمیفته، از یه طرف دیگه اسم یکی دیگر رو مینویسی. مامان من دارم راستشو میگم، اصلا نفهمیدم، حتی خودمم ندیدمش. باور کن من عمدن این کارو نکردم. بس کن دیگه، تمومش کن، انقدر برای من فیلم بازی نکن. مامان لطفا گوش بده چی میگم، من این کارو عمدن نکردم. مامان زویا چی شده؟ من خب فقط یه نقطه حنا رو دستم زدم، بعد ببینم. بده نگاه کن، این همش خرافاته. حالا یه چیزی بگو، خارجی ها مگه رو دستشون حنا میزنن؟ نمیزنن؟ درسته؟ اگر رنگ حنای دستت کم شده، به این معنی نیستش که عشق تو هم به من کم میشه. یه قولی به هم بده که همیشه مثل روز اول منو دوست هم داشته باشی. خب همیشه و همیشه. همیشه. یاشین که اسم یکی دیگر رو دستم نوشتم، یه اشتباه خیلی بزرگ. من اشتباه کردم، منو ببخش یاش، متاسفم. مادر زن، دکتر اومد بیت سر بزنه؟ میاد پسرم، چرا اینقدر نگرانی؟ چون تو اینقدر از لحاظ جسمی آماده هستی که میتونی با من فوتبال بازی کنی. ای بابا، چرا هنوز سوپتو نخوردی؟ خیلی بیمزه است. این بیمزه نیست، فقط نمکش کمه. خیلی هم سالمه، چون نمک فشار خونو میبره بالا. خب حالا مثل یه بچه خوب بگو آدی. این که من نتونستم مادر یا مادرزن خوبی باشم تقصیر خودمه. نه گلسه سب کن، این چطوری تقصیر توه؟ اون کسی که باید متاسف باشه الان اینجا نیست و نمیتونه حرف بزنه. تو از چیزی خبر نداشتی که بخوای کاری انجام بدی. هیچ کدوم خبر نداشتی. ما مقصر نیستیم. لطفاً خودتو مقصر ندون. جواب بدم برمیگردم. آدی؟ میخوای از من دور بشی و به این تماس جواب بدی؟ داری چی کار میکنی که همش چشماتو ازم میدزدی؟ ببین پسرم، با آزار دادن بقیه نمیتونی خودتو خوشحال کنی.
اون وقت نمیتونی با من روبرو بشی، نه حتی با خودت. مادر جان، تو مراقب خودت باش، من برمیگردم. من باید هر طور شده با آشیش تماس بگیرم، اون وقت میتونم ثابت کنم که یاش بیگناهه. اینطوری دهن همه رو میبندم، هیچ کس دیگه نمیتونه به هم بگه که تو به من خیانت کردی. شروع. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. آره خیلی خوب بود بلا، کارت عالی بود عزیزم. آفرین بچه ها. وینو تو واقعا اعتبارمونو حفظ کردی، لحظه آخرین طراحا رو هماهنگ کردی، ازت ممنونم. خواهش بکنم خانم. این دیگه کیه؟ بله. سلام خانم، از شرکت رایزینگ هاسپیتالیتی تماس میگیرم. بله بله بفرمایید. شما شماره آقای ماهیشواری رو میخواستید؟ ما شمارهشون رو داریم، یادداشت کنید. یه لحظه صبر کنید. بفرمایید. 98 99. بله. 69 27. خیلی ممنونم، واقعا لطف کردین، ازتون متشکرم. خانم، برای که پسیره از وجه معروف باکت برم فروتگاه؟ آره عجله کن شان، دیر شده. خدا کنه جواب بده. مشترک مورد نظر در حال حاضر در دسترس نمی باشد. حالا چی کار کنم؟ در دسترس نیست. چطوری باشیش حرف بزنم؟ یه پیام براش میفرستم، امیدوارم با هم تماس بگیره. آه آدیتیا سلام. سلام سلام، حالت چطوره؟ به کارتون برسین. داری چی کار میکنی روحان؟ میخوام مثل بازیگرای بالیوودی پر انرژی باشی. خب عزیزم، من که این اونا نیستم. آدیتیا تو بیا نشونش بده. خب بگو الان باید چی کار کنم. دیوونه با من نه، منظورم با زویاست. نه بلا بلا، خواهش میکنم، من کلی کار دارم که باید انجام بدم، شماها تمرین کنین، شما ادامه بدین. روحا گوشی داره زنگ میخوره. یه لحظه صبر کن عزیزم. یعنی چی؟ ممنون. روحان چرا گوشی هر 5 دقیقه داره زنگ میخوره؟ تمرینمون برای عروسیمون مهم نیست؟ بله لطفا آروم باش. خب خواهش میکنم، ببین چی این وسط مهمتره، تمرینتون یا احساساتی که نسبت به هم داری؟ گوش کن چی میگم. شما به چشای هم نگاه کنی، دست همو بگیرین و به هم حس خوب بدین، اون وقت میبینین که همه چی به خوبی پیش میره. وای وای چقدر رمانتیک. بلا داره چیز اشتباهی رو به تصویر میکشه. فقط تصور کن که 25 سال دیگه فیلم عروسیتون رو با بچه‌هاتون تماشا میکنید. دلتون میخواد یه فیلم خیلی باحال و بی‌نظیر باشه، یا از این مسخره بازی ها باشه که به هم دیگه نگاه میکنین و تو چشمای هم عشق رو احساس میکنید؟ احساس نمیکنید یکم باید حرفه‌ای‌تر انجام بشه؟ خانم زویا، این احساسات مسخره به مرور باعث میشه که بهتون خیانت بشه، بعدش هم کور میشین. واسه همین بعضی وقتا حقیقت جلوی چشممونه ولی نمیتونیم ببینیمش. منظورت چیه؟ همه چی خیلی پیچیده شد، تو دقیقا منظورت چیه؟ خب منظور من اینه که وقتی چیزی کامل نیست نمیشه گفت که کامله، قبولش کن. خب باید قبولش کنید که این حرکات اصلا کامل نیستن و یه نقصایی دارن. برو شروع کن. از زود باش دیگه روحان، زود باش. بیا زود باش. بله باید شروع کنیم. بودو بیا.
آقا که هودا، بس شما صبح تحویل داده شده. کجا؟ خونتون دیگه آقا. من گفته بودم که خودم باید شخصا بیام و تحویلش بگیرم. شما چرا بسته رو فرستادین خونه؟ دیروز قرار بود بیاین بسته رو بگیرین، اما نیومدین و ما هم فرستادیم خونتون. لعنتی. این بسته برای آقای هوداست. منزلشون اینجاست؟ ممنونم. این حتما برای آقاست. این داستان مال قبل از تصادف قربان. یا شادیتی ها توی این عکس کنار همان قربان. حضور همزمان آدیتیا و یاش نمیتونه تصادفی باشه. ما باید به ریشه این پرونده نفوذ کنیم. آشیش نه زنگ زده نه پیام داده. نمیدونم اصلا این شماره درسته یا نه. خدای من. منتظر تماس کی هست که اینقدر ناراحتی خانم خانوما؟ چه سرعتی هم داره. اینقدر زود یکی رو پیدا کردی. آفرین. پاشنه ای کفشم از من سریع تره. لطفا با فاصله ازم حرف بزن. برو عقب. اینقدر موقعی حرف زدن نزدیک نشو. خوشم نمیاد. من علاقه ندارم بهت نزدیک بشم و برات حرف بزنم. ولی وقتی حال تو میبینم برام خیلی جالب میشه. بجنبید بچه. زویا زود باش. شما باید به جای اون زوج مشهور باشید. نه من نمیتونم، کلی کار دارم. لطفاً بی خیال شو. لطفاً بیا زود باش. گوشیتو بذار کنار. لطفاً این کارو نکن. بیا. یه لحظه. بیا. زود باشید. بیاید اینجا. من که این همه مدت تحملت کردم. پس الانم میتونم تحملت کنم. که تو تحملم میکنی؟ من دورم تحملت میکنم خانم. تو به خودت چی فکر کردی ها؟ فکر کردی فرشته ای؟ یه چیزی بهت بگم؟ اگه میخواستم با تو راحت حرف بزنم الان خیلی اتفاق میافتاد. یا میخوام برای گوشی یه چیزی بهت بگم. من اصلا نیازی ندارم که کسی این حرکاتو به هم یاد بده. یادت میاد که اون روز چی بهت گفتم؟ من رئیس تو هم و تو چنگای منی. لطفاً یکم صبر کن. وای بابا. تو سرت با گوشیت شلوغه. اصلا یه کاری کن، با همین گوشیت ازدواج کن. امروز روز آخر عزیزم، بهت قول میدم تا بعد از ماه‌عسل دیگه بهم زنگ نزن. این شب مهم، شب عروسی ماست. بعد تو مثل یه مهمون رفتار میکنی. گوشیتو بده به من. من به دسترت زنگ میزنم، بهشون میگم تو در دسترس نیستی. بله لطفاً نکنین. شغل من از شرکت دارن زنگ میزنن. اینو بچه‌ها نباش. مثل بچه‌ها؟ من مثل بچه‌ها رفتار میکنم؟ بیا یه کاری کنیم. بیا عروسی رو لغو کنیم. بی خیالش بشیم. اگه اینقدر کنار من ناراحتی، پس چرا میخوای با من ازدواج کنی؟ عروسی لغوه. بلا لطفاً گوش کن. خوب نیست که اینطوری عصبانی بشی. خیلی خوب، یادت اون روز چی گفتی؟ آره حتی خودت هم میخوای با روحان کار کنی، پس حداقل باید به کارش احترام بذاری. خواهش میکنی. بلا حالا که بحث کار و زندگی و این حرفا پیش اومده، حتما به نصیحت های این خانم گوش بده، چون ایشون واقعاً با تجربه هستن. بهت میگن که رابطه
زن و شوهری باید چطوری باشه؟ تو این کارا حرف ندارن. اصلا مهارت خاصی دارن و خیلی هم با استعدادن. مثلا میگه چطوری باید روی خوبیای همسر تمرکز کنی یا عیباشون نادیده بگیری. چطور همسرتو کورکورانه و بی قید و شرط بپذیری. درسته زویا؟ عزیزم تموم شد. این آخرین تماس از طرف شرکت بود. دیگه تمومه. قول میدم. روحان داره بهت قول میده. پس بهش گوش کن لطفا. زود باش. باید برین تمرینتون رو انجام بدین. باشه. ممنون. زوی خانم لطفا بیاید. حس میکنم یه مشکلی به وجود اومده. نورمن بهت زنگ میزنم. خب چی شده؟ ویکتور، مارکوس، آرچون. مامان تو کجا رفتی؟ کی بی خبر از خونه اینجوری میره؟ چی کار میکنی؟ مامان نگران نباش، همه چی مرتبه. چی مرتبه؟ تو هیچ خبر داری که ساکشی اصلا حالش خوب نیست؟ فشار خونش رفت بالا و یهو از حال رفت. مجبور شدیم دکتر خبر کنیم. خاله الان حالش خوبه؟ الان بهتره. تو اتاقش استراحت میکنه. برو بهش سر بزن. باشه، الان میرم. هی ویکتور، برای من بسته ای اومده؟ نه آقا، چیزی برای شما نیومده. همه چی باید عالی باشه. تو برو جلوی ورودی، حواست به اونجا باشه. باشه. بله نور. چه عجب، واقعا از دستت عصبانیم زویا. همش بهت زنگ میزنم ولی تو جوابمو نمیدی. حتی بعدش بهم زنگم نمیزنی. کلی بهت پیام دادم ندیدی؟ اینقدر سرت شلوغه؟ نور ببخشید، واقعا عذر میخوام. متاسفم، از صبح داشتم فکر میکردم بهت زنگ بزنم و ازت تشکر کنم. ایده تو جواب دادم. خب مشکلات همش پشت هم اتفاق میافتن و بزرگترین مشکلم این آدیتیا هوداست. ببین لطفاً یه مدت بی خیال آدیتیا هودا شو و به من توجه کن. نور سب کن پشت خطی دارم یه لحظه. الو. سلام خانم، شما به وام مسکن نیاز دارین؟ چند بار تالا بهتون گفتم که به من زنگ نزنید. من به وام مسکن نیازی ندارم. الو نور ببخشید، منتظره یه تماس مهمم. خواهر ببخشید. چی داری میگی؟ تو از نخست وزیرم سرت شلوغ‌تر شده. سرم شلوغ نیست نور، نگرانم. اول نگران این شرکتم، بعدم این که مادر یاش هنوز منو قبول نکرده. یه مشکل بزرگم هم آدیتیا هوداست. مثل روح همش دورم ظاهر میشه. زویا جدی داری میگی؟ یعنی تو همچنان درگیر آدیتیا هودا هستی؟ آخه چرا زویا؟ نور حتما یه دلیل هست که من همش اسمشو میارم. الان بهت بگم قطعا باور نمی کنی، اما خب آشیش؟ شاید حالا بتونم یه جوابی برای سوالم پیدا کنم. آشیش؟ نور من بعدم بهت زنگ میزنم، قول میدم. زویا لطفا یه لحظه صبر کن ببین چی میگم. خانم، عکاس میپرسه که اول باید عکس خانواده عروس رو بگیری یا خانواده دوماد. یه لحظه بایسا. ببخشید. معذرت میخوام. ببخشید. زویا، چطور به نظر میام؟ تو خیلی زیبا شدی، خیلی. روژا مثل شب تیره شده. نه، تو واقعا زیبا شدی، خیلی هم خوشتیپ شدی. آشیش. ببخشید خانم، داری دنبال کی میگردی؟ حواست به کارت باشه. حالا این برای تو مهمه؟ یعنی چی میتونه مهمتر از این باشه؟ وضعیت خیلی بحرانیه خانم. قیافه مردم رو نگاه کن.
خانم، یه مشکل بزرگ داریم. چی شده شان؟ این مشکل نمیتونه یکم صبر کنه؟ دو دقیقه دیگه میام. زوجه مشهوری که برای اجرای موسیقی استخدام کرده بودیم به فرودگاه نرسیدن. خانم، من منتظرشون بودم ولی گوشیشون انگار خاموشه. چی؟ مهم نیست چقدر تلاش کنی، زویا رو ببین، داره خودش مشکلات زندگیشو حل میکنه. تو هم باید همین کارو کنی نور. هر اتفاقی هم که بیفته من هیچ وقت با اون پسر ازدواج نمیکنم. نور دخترم، امشب شام چی درست کنم؟ تو به هم بگو، ها؟ یه فکری به ذهنم رسید. نور دخترم، دارم ازت میپرسم امشب غذا چی درست کنم؟ مامان چرا داری از من میپرسی؟ از کی تا حالا نظر من برات مهم بوده؟ چون همیشه تو این خونه دارید همتون به من زور میگید. هرچی میخوای درست کن. نور، به من گوش بده. ببینم این مراسمو کی ترتیب داده؟ مراسمو شرکت مدیریت رویداد زاش ترتیب داده. شرکت خیلی معتبریه. انتخاب دخترم بلا بوده. شرکت زاش؟ بله. اما صاحب این شرکت که فوت کرده، کی داره اونو اداره میکنه؟ ببینم اسمشو میدونی یا نه؟ فکر کنم زنشه. اسمش چی بود؟ خانوم زویا آرورا. اونهاش زویا آرورا. خیلی متاسفم، کار خیلی مهمی دارم، اینو لطفا داشته باشی. چطور میتونی اینجوری بری آخه؟ از عروسی لذت ببر. من واقعا شرمندم. دوباره همدیگر رو میبینیم، اجازه بدید. متوجهم، بریم. وینود یه کاری بکن، به مدیر برنامه‌شون زنگ بزن، ازش بپرس که اونا کجان. ها، من یکم دیگه برمیگردم. رزگه چیه که این خانوم همچین مشکلی رو اینجوری بیخیال میشه و میره؟ زویا تو دنبال کی میگردی؟ ماهی، من آشیش رو اینجا دیدم. آشیش رو داداش رو میگی؟ آره. آخه اون اینجا چی کار میکنه؟ تو خیلی ذهن درگیره این آشیش شدی. دارم بهت میگم. چه وضعی آخه؟ چی؟ آژانس مسافرتی میگفت که یکی از دستیارای شما باشون تماس گرفته و بلیط اون زوج مشهور رو لغو کرده. دستیارتون زوج به مراسم دیگه ای فرستاده. ببینید من هیچ بلیطی رو لغو نکردم با دستیارم. بلیط رو تغییر بده. هر کاری میگه من انجام بده و سوالی هم نپرس. این به اون در، زویا خانم. کارت خوب بود آدیتیا هودا. تو خیلی خوب اونو ضایع کردی. حالا زویا اون گروه معروفو از کجا پیدا کنه؟ ببینید من واقعا متاسفم، اما خب من این وضعیت رو انداختم. حالا اگه میتونی درستش کن نابغه. خانم زویا، من از شما شکایت میکنم. آخه چطور تونستی عروسی دخترم رو خراب کنی؟ احمقا. لطفاً به من گوش بدین، همه چی رو درست میکنم. عمو، نمیدونی بله کجا رفته؟ کلی گریه کرد و یه غیبش زد، نمیدونیم کجاست. برو پیداش کن. اگه اتفاقی برای دخترم بیفته اون شرکت رو سرتون خراب میکنم. فهمیدی چی گفتم؟ ماهی، من شکست خوردم یاش. رویایی که برای این شرکت داشتی من برای همیشه نابودش کردم. ممنونم.
خوش اومدین آقا. بله قربان، من حس میکنم که یه مشکل اینجا هست، چون شنیدم که برگزار کننده های مراسم خودشون دارن این مهمونی ها خراب میکنن. به نظر میاد که این عروسی لغو بشه قربان. اونا خیلی باهوشن، همه این کارا رو عمدن انجام میدن تا بتونن اعلام ورشکستگی کنن و کل مبلغ بیمه رو بگیرن. حالا چیکار کنیم قربان؟ یکم بیشتر از مغزتون استفاده کنین، به شرکت بیمه زنگ بزنین تا بفهمین که موضوع چیه. چشم قربان، فوراً انجام میشه. گوش کن آدیتیا، این کاملا ناخواسته است. وقتی جنگ میشه آدمای بیگناه بیشتر از همه آسیب میبینن، کاملا طبیعیه. تو هیچ تقصیری تو این قضیه نداری، هیچ تقصیری نداری، اما باهوش باش، نظر این افراد تمرکز تو به هم بزنن. ببین پسرم، اگه آدم رو اذیت کنی هیچ وقت نمیتونی خوشحال باشی، دیگه حتی نمیتونی با من یا خودت روبرو بشی. خیلی خوب، شما برو داداش. حالا باید دو ساعت دیگه وقت بذاری تا درستش کنی. وضع چشماتو نگاه کن، ریملت کلن خراب شده. نه فقط ریمل، همه چی خراب شده. از بچه که خواب میدیدم که یه روز عروس میشم، مثل یه ملکه ازدواج میکنم، اما همه چی داره خراب میشه و منو رو از صبح داریم دعوا میکنیم، حتی نتونستیم این کار رو درست پیش ببریم. حالا هم که هیچ آدم معروفی تو عروسیم نیست. کائنات داره به من نشونه ای میده که این ازدواج نباید اتفاق بیفته، این عروسی درست نیست، این ازدواج تفاهم نمیاره. این نشونای مزخرف رو باور نکن دختر. منم یه دختری رو میشناختم که همش درباره نشونا حرف میزد، اما کلن مزخرفه، باور نکن، به این چیزا نیست، همش حرف مفته. اون دختر کی بود؟ همیتی نداره. تو هستی که الان مهمی، تو عروس شدی. یه چیزی بهم بگو، شما دوتا میخواین ازدواج کنی یا اون زوج معروف؟ ما حالا اصلا چه همیتی داره که اونا باشن یا نه؟ تنها مشکل اینه که اون اصلا بلد نیست این حرکاتو درست انجام بده، اما خب حداقل داره تلاششو میکنه. اون پسر خیلی تو رو دوست داره، مهم اینه که شریک زندگی خوبی داشته باشی، نه اینکه آدم اینجور مراسم باشه. میدونی من کلی دنبال کننده تو فضای مجازی دارم، هر عکسی که از خودم میذارم هزاران بازدید میگیره، ولی حالا همه میفهمن که من و رو نمیتونیم با هم شاد باشیم، حتی با هم دعوا میکنیم و قطعا جفتمونم کامل نیستیم. بلا، این چه ازدواجی تو این دنیا کامل نیست. در واقع وقتی سعی میکنی ازدواج کامل نشون بدی، همه چی رو خراب میکنی. ببین بلا، اگه خودت شریک زندگی تو انتخاب کنی خیلی هم خوبه. هر وقت توی زندگی احساس کردی که زندگی دیگه از این بهتر نمیشه، میتونی بگی بدتر از منم خیلی هستن. حالا از این بهتر نشد به درک، کامل بودن اونقدرام چیز خفنی نیست. تقریبا کامل بودن با کامل بودن فرقی نمیکنه. هی گوش کن، بیا بیرون. اصلا چرا سعی کنیم که عروسیت کاملا بی نقص باشه؟ تقریبا بی‌نقصن باشه کافیه. بیا سعی کنیم
یکم بهتر بشه، یکم شیرین و یکم لذت بخشتر. اون وقت تقریبا کامله. اما تو الان چی کار میکنی؟ ای که مراسم من فوق‌العاده باشه. تو الان نباید گریه کنی. لبخند بزن باشه، لبخند بزن. ببین چی کار میکنم. زود باش، لبخند تحویلم بده. لبخند بزن، لبخند، لبخند. داره. یا انجامش بدیم. من همه چی رو خراب کردم. همه چی رو خراب کردم. رویاهای یاش، آینده این شرکت، همه چی. حالا فقط خدا میتونه یه راهی بهم نشون بده. زویا، خیلی زود ناامید نشو. من مطمئنم توی شرکت فقط به خاطر این موضوع سرزنشت میکنن، اما تو نگران نباش، من بهشون توضیح میدم. خب حالا اگه آدیتی هودا برنده بشه چی؟ تو توی این زمینه تازه کار هستی و نمیتونی یه شب پول دار بشی؟ میتونی؟ البته موضوع فرق میکنه، چون اینجوری خیلی به داداشم توهین میشه. رویایی که برای این شرکت تو سرش بود نابود میشه. اما خب چی کار میشه کرد؟ تو که هیچ وقت عمدن همچین کاری نمی کنی. نه، من نمیذارم این اتفاق بیفته، نمیذارم. من یه کاری میکنم، خب نمیذارم، یه راهی پیدا میکنم، نمیذارم رویاییش نابود شه. بقیه کجا رفتن ها؟ زویا خانم، منم اومدم از شما بپرسم بقیه کجان. حالا بقیه بی خیال، نمیتونیم عروس رو پیدا کنیم. چیز دیگه ایم مونده که خراب شده باشه؟ چی؟ برق واسه چی رفت؟ وینود برو ببین چی شده. زود باش، زود الان میرم. بیا بریم. چراغا خاموش شد؟ نه، چرا برق اضطراری هنوز وصل نشده؟ زویا تو این کار رو کردی؟ نه زویا. تو حالت خوبه؟ کجا رفته بودی؟ آره من خوبم، خیلی ازت ممنونم، واقعا کارت عالی بود. هشتگ بلا داره ازدواج میکنه. برای چی داری تشکر میکنی؟ حالا که این عروسی من و روحانه، پس ما باید زوج معروف این مراسم باشیم. چه نیازی به زوج معروف دیگه ای هست؟ آره کاملا درست میگی، اما کی اینو بهت گفته؟ شب همگی بخیر. عروسی هندی بدون آواز و موسیقی واقعا ناقص میمونه، میدونید که؟ و این روزا یه چیزی بین مردم پخش شده که از آدم این معروف میخوان بیان توی عروسی هاشون آواز بخونن. واقعا که هیچ کس هم نمیفهمه مراسم جایزه به افراد معروف یا یه عروسی. برای همین ما حالا همراه با بلا و روحان قراره یه روند جدیدی رو پیش بگیریم. همگی آماده باشید تا یه عروسی شاد و واقعی رو ببینید.
ببخشید، خیلی ازت ممنونم آدیتیا، تو واقعا برای مراسم من ترکوندی. ممنون آدی، خیلی ممنونم. برای خوشحال کردن زنت باید خیلی تلاش کنی، موفق باشی. ممنونم. ببخشید مرد جوان، کارت فوق‌العاده بود. تو رضایت قلبیمونو به دست آوردی، درسته بلا؟ آدی میدونی من چجوری تو کسب و کارم میلیاردها پول به دست آوردم؟ همینجوری، دقیقاً با جلوگیری از بدتر شدن وضعیت. چند دقیقه پیش من اصلا فکرشو نمی کردم اینجا اتفاق خاصی بخواد بیفته. بلام خیلی گریه کرده بود، اصلا وضعیت خوبی نداشت، خیلی ناراحت بود، حتی به این فکر می کرد که عروسی رو لغو کنه. اما تو همه چی رو حل کردی پسر، عالی بودی. متشکرم آقا. اما عادی، همیشه یادت باشه اتفاقی که امشب برای مراسم ما افتاد، امیدوارم که برای مراسمای بعدی هیچ وقت پیش نیاد. میدونی توی تجارت یه اشتباه قابل بخششه، اما یادت باشه فقط یه اشتباه. آدم برای اشتباهات بلی کلی ضرر میکنه عزیزم. زود باشین، بریم پیش مهمونا. ای سلام زویا، معلوم شد که آدیتیا هودا مرد خیلی باهوشیه. ذهنش سریع تر از کامپیوتر کار میکنه. حتی منم همین فکر رو میکردم. مراسم امروز فقط به خاطر اون به خوبی پیش رفت. از صمیم قلبم ازش ممنونم. منم همینطور. کارش واقعا عالی بود. من فکر میکنم که اون سعی میکنه خودشو پسر بدی نشون بده، اما درونش قلبی هست که سرشار از احساساته. اون هم قلب داره هم عقل. باید مراقب همچین آدمایی باشی. یعنی بسته ای من کجاست؟ باید تو اتاق مطالعه باشه، خودشه. لطفاً یه عکس بگیریم. میدونم که با هم عکس گرفتیم، اما اون دست جمعی بود. برای فضای مجازی خودم یه تکی با اتون میخوام. خیلی خوب باشه بیام.
وای خدای من، آقا شما توی عروسی بلا کارتون حرف نداشت. ببخشید خانم، من میرم کارای شام رسیدگی کنم. آدیتیا، تو فرد مشهور واقعی اینجایی، همه دارن اینجا باهات عکس میگیرن. بعدم نیست، البته من بهترین عکس امروز رو دارم، میخوای نشونت بدم؟ ببین. بین تو و زویا چه خبر شده؟ دیروز که با هنا اسم تو رو روی دستش نوشت، امروزم جفتتون داشتید با هم دیگه توی مراسم میخندیدین. نکنه آتش نفرت درونت خاموش شده؟ بهتر انرژی تو برای حرف زدن با من تلف نکنی. من زویا نیستم، اصلا تحت تاثیر حرفای قشنگت قرار نمیگیرم. نه از جایی که اصلا فکرشو نمی کنی، من از همونجا کارمو شروع میکنم. هرجان؟ داره چی کار میکنی؟ بابا راستش من راستش چرا پته پته میکنی؟ راستش دنبال پرونده های پسفانی بودم، خیلی وقت بود آشفته بودی و من نمیتونستم باهات صحبت کنم. همینطور به خاطر داداش عادی فکر کنم که اسمشو نگار دیگه، نمیخواد نگرانش باشی، منم نیستم. اون تصمیمشو گرفته، خودش زندگیشو نابود میکنه. کسی که تصمیم گرفته خودشو نابود کنه، دیگه کی میتونه نجاتش بده؟ غصهشو نخور. مراقب باش. خیلی عجیبه، هر وقت که تنها میشی تو همچین شرایطی من میرسم. نگران نباش، من میدونم که قصد نداری از اونجا به پری پایین. خوب، من فقط میخوام بگم که مراقب خودت باش. همه چی اینجا پخش و پلا شده، همه چیزایی که از مراسم باقی مونده همه جا پخش شده. لطفاً وقتی راه میری مراقب باش. من خسته شدم که اینقدر از صبح به نجار زنگ زدم، خدا میدونه کی میاد تا سایبونا رو بسازه. من فکر میکردم که عروسی همینطوری سفید طلایی برگزار شه. نظر تو چیه؟ تو هم نظر بده. چرا اینقدر کشش میدی؟ هم برو سر اصل مطلب. راستش من اومدم اینجا ازت تشکر کنم، خیلی ممنونم. هر کاری که امروز انجام دادی واقعا ارزشه، قدردانی رو داشت.
تو ارزش و اعتبار شرکت رو حفظ کردی، اعتبار یاش رو حفظ کردی. امروز برای اولین بار احساس کردم که پشت این چهره خشن یه دل نازک هست. شاید تو هم اینقدر سنگ دل نباشی و من اشتباه فکر میکردم و این خشمی که درونته رفتارا و کارای بدی انجام میده، کارای دیوونه کننده، مگه نه؟ بیادبیایی که میکنی همش تظاهره، مثل یه ماسکیه که میخوای پشتش غم تو پنهون کنی. فکر کنم این فرق من و تو باشه. نمیدونم چطور با غمم بجنگم. از نشون دادنش خجالت نمیکشم، اما خب تو نمیخوای کسی غم تو بفهمه. غم تو برای خودت، میخوای که فقط خودت دردتو حس کنی. تو به احساسات بقیه احترام میذاری. این فقط احساس نفرت نیست که تو قلبت حس میشه، هنوزم یکم عشق تو قلبت هست. تو به دنیا نشون میدی که آدم بدی هستی، مگه نه؟ اما واقعا بد نیستی. چی داشتی میگفتی؟ این که من آدم بدی نیستم، من هنوزم احساسات درونمو دارم. اشتباه فکر میکنی. اشتباه. من آدم خیلی بدیم، خیلی بدتر از اونی که فکر میکنی. احساسات من توی تشییع جنازه پوجا به خاکستر تبدیل شد. همه خوبی های من از بین رفته. همه چیز همون لحظه ای که دیدم فوجاگه لعنتی دسته یه نفر دیگر رو گرفته از بین رفت و نابود شد. خیلی عجیبه، مگه نه؟ اون خیانتکار اون روز دسته هم دیگر رو گرفته بودن، ولی الان من و تو دسته همو گرفتیم. میخوای دستمو بگیری تو زنده بمونی یا مرگو ترجیح میدی؟ پشت این چهره خشن یه قلبی است که از سنگه. تو هیچ وقت نمیفهمی نفرت من چقدر زیاده، چون به هم خیانت شده. من هیچ وقت نمیتونم خیانتو فراموش کنم. به تو هم اجازه نمیدم خیانت اون همسر عوضیتو فراموش کنی. آتیشی که از نفرت درون من شعله ور شده، آتیشی که همه رو خاکستر میکنه و از بین میبره. همه رو. به من خیانت شده. من نمیتونم خیانت رو فراموش کنم. اجازه نمیدم تو هم این خیانت رو فراموش کنی.
رازهای پنهان.